یک روز پس از افشاگری پوتین، کاری جنوبی تسلیح اوکراین را تکذیب کرد. به نقل از راشا تودی، پس از اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره اینکه ارائه کمک تسلیحاتی از سوی کره جنوبی به کیف به روابط دو جانبه مسکو و سئول لطمه وارد می‌کند، یون سوکیول رئیس جمهور کره جنوبی ارائه چنین کمکی به اوکراین را رد کرد. رئیس جمهور کره جنوبی گفت ما برای اوکراین کمک بشر دوستانه و سلح آمیز فراهم کردیم اما هرگز به آنها تسلیحات کشنده ندادیم وی افزود در بحران اوکراین مسئله حاکمیتی مطرح است و ما تلاش میکنیم تا روابط سلح آمیز خودمان را با تمام کشورهای جهان از جمله روسیه حفظ کنیم پوتین روز پنجشنبه گفته بود تا جایی که روسیه اطلاع دارد سئول تصمیم گرفته تا به اوکراین سلاح و مهمات بدهد وی با اشاره به اینکه چنین اقدامی روابط دو کشور را به خطر میاندازد این سوال را مطرح کرد اگر ما روابط در آن منطقه را با کره شمالی از سر بگیریم آیا چنین کاری به مزاق کره جنوبی خوش میآید آیا چنین کاری را دوست دارید بیشتر رسانه های جمهوری چک مدعی شده بودند که واشنگتن قصد دارد تا برای کره جنوبی موشک های ضد هوایی قابل حمل و مهمات توبخانه ای به ارزش 3 میلیارد دلار تامین کرده تا سئول از طریق چک آنها را به اوکراین عرضه کند اظهارات پوتین در جریان یک نشست مطبوعاتی خارج از مسکو مطرح شده بود و رئیس جمهور روسیه به پرسش خبرنگاری از کره جنوبی در باره تنشها میان آمریکا و چین و برنامه تسلیحات حسیه کره شمالی پاسخ میداد یورو نیوز پایان فرضیه زمستان سخت 2022 قیمت گاز طبیعی در اروپا منفی شد قیمت عمده فروشی گاز طبیعی در اروپا روز دوشنبه منفی شد به تعبیری تمین کنندگان گاز مایل بودند که به مدت یک ساعت که قیمت به زیر صفر رسید نزدیک به 16 یورو به هر کسی که میتوانست یک مگاوات ساعت گاز را با خود ببرد پرداخت کنند حجمی از گاز که تقریبا معادل میانگین مصرف ماهانه یک خانوار بریتانیایی بود این یک چرخش قابل توجه در بازاری بود که تا پایان ماه اوت شاهد ثبت رکوردهای قیمتی بیش از 300 یورو برای هر مگاوات ساعت گاز بود از زمانی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم گرفت عرضه گاز در بازار اروپا را از طریق خط لولی نورد استریم یک متوقف کند یعنی از اواخر اوت گذشته برخلاف انتظارها قیمت گاز در اروپا در مجموع روندی نزولی به خود گرفته است هرچند بلافاصله پس از اعلام این تصمیم بهای هر مگاوات ساعت گاز از حدود 170 یورو به 200 یورو جهش کرد ولی این نرخ طی روزهای اخیر به 100 یورو بازگشته که نزدیک به قیمتهای پیش از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و روزهای آغازین سال 2022 است در همین حال قیمت آتی گاز برای نوامبر سال 2023 نیز از رکود 300 یورویی فاصله گرفته و تا 140 یورو پایین آمده است این افت قیمت در شرایطی رخ میدهد که همزمان با پر شدن انبارهای ذخیره گاز طبیعی مایع در اروپا های جدید همچنان در بنادر کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال پهلوگیری هستند افزون بر این کارشناسان معتقدند که در کنار سپری کردن پاییزی معتدل روند جویی در مصرف چه در میان صنایع و چه در میان خانوارها از دیگر عوامل کاهش قیمت گاز است اما آنها هشدار میدهند که با وجود پایان نگرانی جدی در مورد رخداد بحران انرژی در زمستان 2022 از همکنون زنگ خطر برای زمستان سال آتی به صدا درآمده زمانی که در نبود گاز روسیه امکان پر کردن انبارها در تابستان آتی فراهم نیست و از همینک رهبران اروپایی باید به دنبال رفع نگرانی موجود در مورد سال آینده باشند شویگو 82 هزار نفر از نیروهای بسیج عمومی به میدان نبرد اعزام شدند. وزیر دفاع روسیه اعلام کرد شمار زیادی از نیروهای بسیج عمومی این کشور به میدان جنگ اعزام شدند. سرگئی شویگو در گزارشی به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که 82 هزار نفر از کسانی که برگ بسیج نیروهای نظامی فراخوانده شده به جبهه ها اعزام شدند. وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که همزمان 218 هزار نفر از فراخوان شدگان بسیج در حال آماده سازی برای اعزام به جبهه ها هستند. شویگو یادآور شد که در حال حاضر هیچ طرحی برای بسیج اضافی نیروهای نظامی وجود ندارد. رئیس جمهور روسیه اواخر شهریور فرمان بسیج محدود نیروهای ذخیره را امضا وی ای در این باره خطاب به مردم روسیه گفت در شرایط موجود این تصمیمگیریها ها بسیار ضروری است و کاملا در چارچوب مواجهه با تهدیدهایی که به آنها روبرو هستیم اتخاذ شدند یعنی برای محافظت از میهنمان و حاکمیت و تمامیت ارزی آنها اتخاذ شدند تا امنیت شهروندان روسیه و مردم مناطقی که در شرق اوکراین آزاد شده اند تضمین شود به همین علت حمایت از پیشنهاد وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح برای اعلام بسیج عمومی محدود در فدراسیون روسیه بسیار ضروری میدانم تماس تلفنی امیر عبداللهیان با وزیر خارجه اوکراین دیمیتری کولبا وزیر امور خارجه اوکراین گفت که وی روز جمعه تماس تلفنی از حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دریافت کرده است بر اساس اعلام رسانه های اوکراین کولبا در این گفتگوی تلفنی از امیر عبداللهیان خواست که ایران ارسال تسلیحات به روسیه را متوقف کند تقدیر چین از موضع پوتین در قبال تایوان وزارت خارجه چین موزگیری تازه رئیس جمهور روسیه در قبال تایوان را مورد تقدیر قرار داد. وزارت خارجه چین در بیانیه ای با اشاره به سخنرانی روز پنج شنبه ولادیمیر پوتین اعلام کرد که پکن از موضع پوتین در مورد موضوع تایوان که در نشست عمومی اجلاس والدای ایراد شد بسیار قدردانی می کند. موضوع سخنرانی پوتین در این اجلاس جهان پس از هژمونی عدالت و امنیت برای همه بود. وی با بیان اینکه غرب بازی خطرناک و خونینی را آغاز کرده گفت بحران جهانی همه را تحت تاثیر قرار می دهد و دیر یا زود غرب مجبور است درباره آینده مشترکمان به گفته گوتن دهد رئیس جمهور روسیه افزود در سالها و ماهای اخیر غرب گام هایی را برای افزایش تنش در جهان برداشته است اوضاع اوکراین و تایوان دو مثال از این تنش هستند ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان کانال ما را در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار